خبرها، یه خبری آمد از امریکا که Binance employees allegedly help customers in China bypass KYC controls. چند تا کارمندای بایننس دارن به فامیل خودشون کمک میکنن که از چین ورود کنن خودشون رو به بایننس، چون میدونی از آنی که در چین هستن نمیتونن با بایننس استفاده کنن، اما کارمنداشون داشتن بهشون یاد میدن که چجوری میتونن انجام بدن. چند تا اپ هم هست که همه تون اکچولی میتونین این کار رو بکنین که همه تون الکی KYC داشته باشین مجانی. But anyways، شروع میکنیم دیگه با خبرهای بعدی که حالا صبح زود بود و داره میاد از طرف ماینینگ اندستری از برنستاین که داره میگه که خیلی از شرکت های ماینینگ کامپنی ها تو بهترین پوزیشن ها هستن برای هاوینینگ بعدی، که میبینیم که نزدیکای 70% چیزایی که دارن ماین میکنن دارن نگه میدارن برای سال دیگه، به امید این که حالا قیمت هاشون 100 برابر 80 برابر whatever به اندازه سودی نگاه کنن. سو اینا رو دارن میبینن و همشون انتظار دارن برای هاونینگ بعدی. خبر بعدی میاد از طرف خود السالوادور که میدونی که دو تا اتفاق داره برش میاد، تکسز های شرکت های تکنولوژی رو قطع کرده و دومش هم میدونیم که تابستون امسال 1 بیلیون دلار بوند میگیره برای خرید بیت کوین. سو این دو تا اتفاق داره میشه که همینطور اداپشن میاد برای کشورش بیشتر و همینطور مارکت پرایس بیت کوین یه جامپی میده نسکای تابستون موقعی که این پولو بگیره. خبر بعدی میاد از طرف آربیترام، اونایی که آربیترام توکن رو گرفتن دیگه فکر کنم نزدیک 12,000 آربیترام توکن بود میشه به وقت الان 12,000 دلار و میبینید که تی وی ال آربیترام 2 بیلیون دلار هست، به اضافه ولیومش هم 2 بیلیون هست. اما یادتون باشه که یه این یه تیر 2 هست که شاید هم فرداش نباشه، چون موقعی که آخر امسال ایفرم شاردینگ بیاد بیرون دیگه تیر 2 معنی نمیده. خبر بعدی میاد از طرف خود نزدک که امروز در توییتر اعلام کرده تقریبا 1 ساعت پیش که دیبیوت میکنه کریپتو کاستدی سرویس. و آدم های از طرف خود نزدک میتونن یک به یک حالا پولای کریپتاشون رو بدن به نزدک، اینا براشون نگه میدارن و این میاد آخر Q2 که میتونه باشه نزدیک های جون و جولای. سو میبینیم این اتفاق میاد، چون میدونیم خود رئیس نزدک هم خودش بیت کوین داره و واقعا خیلی دوست داره این کریپتو اکسنتریک استافا رو. خبری که همین الان پیش آمد نزدیک نمیدونم نیم ساعت پیش میتونیم بهتون بگیم که من فکرم خودم کسی اول نفر بودم، چون صبح زود داشتم نگاه میکردم پرهای USDT و USD دیدن که تفاوتش 500 تا 700 دلاره، همینطور اولد کوین های خودم هم. چون میگم اینجوری شده با تریدام، بعدش که اعلام کردیمش دیدیم که 1 دقیقه بعدش بایننس گفت ما قطع میکنیم همه چیزو. سو اگه دیدین چارت ها رو بعد نزدیک 3 ساعت چارت ها استیبل بودن و هم دیپازیت هم ویدرا هم تریدر رو همه رو پاز کردن، چون میگم مشکل پیش اومده. جالبه این مشکلش. با regardless دیدین که همینطور پامپ اند دام شد برای مارکت، سو همه میتونستن هم سود ببینن اگه تو leverage position بودن یا برای long یا برای short. همینطور برای خودمون که یه dash short بودیم که زرتی suspensionش خاموش شد دیگه رفتیم جلو. دیگه به اسم 24 hour امروز که میبینیم 1.22 trillion هست مارکت. به وقت الان ماسک بالا هست 9%، آربیترام 7، مینا 4، ایو 3، دیگه همه ارزهای دیگه هم که زیر 1%. ارزهایی که ضرر کردن CFX 12، OP 11، لیدو 10، رندر 10، حالا ارزهای دیگه هم که 6، 7، 8، 9، 10 هم. به وقت الان هم که 4000 بیت کوین فروش شده به مارکت تو این چند روزه داریم این نزدیک 12 تا شده. اما حالا به اندازه قیمتیش جالبیش اینه که استیبل مونده. برای چی استیبل مونده؟ چون امروز جی پی مورگن مده که این همه بانک دارن برشکست میشن، مثل امروز دویچ بانک شرزاش ریخت و از اون چی شد دولت چی کار کردن امروز
قطع کردن تریدینگ دوچ بانک رو، چون نمیخوان به سایت منیپولیشن دارن میگن، اما بدونین که خیلی دد داره، احتمالا هم برشکست میشه unless خود یوروپ بیاد و براش پول چاپ بکنه و پولر بهشون بده. میبینیم اتفاقا شاید همین اتفاق بشه براشون، که بهشون پول بدن که پول مردم رو، حالا مردم تون پولاشون رو در بیارن. و مردم کجا میرن؟ اونا که یه ذره سواد دارن میرن در کریپتو بیت کوین میخرن، یو اس دی تی میگیرن، پولاشون رو میزن در لجرهای خودشون. به وقت الان که دارن نگاه میکنین چارت های بیت کوین رو در تایم فریم یک ساعته، این کندل موقعی که تریدینگ باز شد دوباره، که این هم به بالا رفت هم به پایین، سو همه طرف اگه ترید بودین زودی میتونستیم یا با سود یا با انتری بیاییم بیرون. اما به وقت الان بدونیم که یه دیسندینگ تراینگل هست که یه جاهاش هم داره خودشون میخواد نشونه که یه سیمتریکر هست. اما بدون در 4 ساعته که داریم نگاهش میکنیم، داریم اتفاقا یه دامپی میخوام نگاه کنه، اسپش اگه یه ریتست بهش بده میتونه برگرده به نقطه های 27. سو اینم اگه این اتفاق بشه دیگه، حالا چند تا پترن دیگه هم میتونه بسازه، شاید دابل باتم، اما دیگه رپ داره به ولیومی که میخواد براش پیش بیاد. به وقت الان این اتفاق داره براش میاد. اما برای هفتگی چند تا صحبت داریم. برای هفتگی، هفتگی چون یه دوجی کندل هست، it's a trend reversal، اما بدون که هنوز توی یک کانال هستیم که پایین کانال هم که نزدیکای 25100 25200 هست که پایین این کانال هست. سو اینم داشته باشین که هر دو طرف باشو توی مارکت ما میتونیم نگاه کنیم، اسپیشال اگر اینجا یه ریجکشن بیاد میدونیم که پایین ترین که میتونه برم 25000 25100 200 با، اما اونم از دست بده دیگه، the next lower down. اما به وقت الان همه چیز اوکیه، داره یه ریتست میده بیرون این کانال. برسیم بر ارز ایفریوم که میبینیم که هنوز تو کانال خودشه، اسپیشال که این کانال رو داشتیم در نزدیک یک ماه داره میگیم که تو این کانال هست و هیچ اتفاقی نمیشه اسپیشال تو این کانال بمونه. حتی به الان میبینیم که هزار بار از اینجا تو این چند روزه باونس کرده به این خط سفید خودم، گفتم که هر موقع اینجا رو باونس کنه برمیگرده به بالا، اما اگین هنوز بالا این خط هست. حتی مگه میخواد دوباره برای فردا یا پس را که میدونیم ویکند هست سیم یا میخواد باز بشه ساعت 11:30 دوباره میتونه برگرده به 1848، بعدش بیاد پایین تر برای 1700. سو همه چیز توی رنج گیر کرده. عرض بعدی هم که براتون میاریم که خود کاردانو هست، که داره میبینیم که اگزکتلی برای کاردانو به 37.8 رسید، اما اگین زیر این خط سفیده هست. اگه زیر خط سفیده باشه برمیگرده به 33.4. سو اینم در نظر داشته باشین که نتونستش به 34.56 بزنه. سو اگین ویکنس داره نشونه توی مارکت، اسپیشلی به الان چون نزدیک 300 تریدینگ از دست دادن از طرف خود بایننس. سو مارکت هم یه ذره ناراحت شده، چون میدونیم همینطور بایننس و دویچ بانک با هم هستن و شاید چند تا مشکل، حالا امروز که نمیاد اما شاید برای هفته دیگه، چون امروز فرایدی دیگه میشه و هیچ خبری نمیخوام بیارم بیرون. احتمال خیلی زیادی مثل هفته پیش در ویکند یه امرجنسی میتینگ میذارن و مثل دیشب اینجکت میکنن مارکت رو با پول یک دفعه، که دیدیم که نصف شب دیشب نزدیک 40 بیلیون دلار پرینت شده و فرستادن به بانک‌ها. دیگه ارز آخرم که خودمون میاریم که خود بی ان بی هست. And of course بعد ببینیم که بی ان بی با این طرف که حالا مشکل پیش آورد برای خودشون، داره از دست میده سپورت لاینشو و بدون موقعی که این حالا مسکنان داره میشه، اگر روزانه رو همینجا زیر اینجا ببنده بدون که برمیگرده به 304 303. سو این میشه تقریبا 6% فالی، میتونی بیاد تا آخر حالا ویکند. هنوز 800 مونده، موزه باشین که روزانش کجا میبنده. اسمش اگه میبینیم برای تایم فرمای کوتاه‌تر میتونه یه فیک آت بده به 317، اما اگین یه 400 از اینجا هم از دست بده دیگه 100% میشه برای 303 304. سو برای خیلی ارزا دارین چیز نزولی میبینیم، اما بدون هیچ تحلیلی اگه یه اتفاق دیگه بیفته در ویکند امرجنسی میتینگ بذاره مثل هفته پیش،
دن مارکت یه دفعه پامپ میشه. هم بهترین کار الان اینه که نصف شب فدرال رزرو فاندینگ ریت رو نگاه کنیم، چون تو این حالا میتونیم بگیم تو این هفته داره همش میبینیم که دارن پول چاپ میکنن و این پولا همه دارن میبینن که داره وارد میشه در مارکت، این باعث میشه بدون هیچ تحلیلی الکی مارکت پامپ بشه. سو یه جاش میخوای بگی منیپولیشن، یه جاش هم میخوای بگی که نیست، اما بدون که موقعی که این پولا رو میدن به بانک ها، خود بانک ها هم اعلام شده که دارن همشون دارن کریپتو میخرن، اسپیشال اونایی که مثل دوچ بانک هستن یا سیلیکون والی بانک، حتی اون فرانسوی بانک، همشون میدونن که کریپتو فرندلی بانکس هستن و سرمایه گذارشون رو دارن دیگه انجام میدن برای خود کریپتو. So anyways guys، این شو برای من، مرسی برای همه که تو زوم بودن،